أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که تنها عامل سعادت و حفاظت و حراست هر انسان است. تقوایی که اگر به اون مرحله برسیم همه خطرات را می توانیم در زندگیمان مدیریت کنیم و از مسیر حرکت تکاملی و اعتقادی و عملیمان کنار بگذاریم. لذا در بیان قرآن ناطق امیر بیان آمده مردم هوشیار و بیدار باشیم، تقوا را حفظ کنیم. الا فسنوها و تسفنو بها و خودتان را با تقوا از هر خطر و زیانی حفظ کنید. امید است که همه ما این سفارش را با همه دقت دنبال کنیم و به اون مرحله برسیم. در خطبه اول به دلیل اهمیت ولادت هشتمین امام عالم دودمان پیامبر حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بحث کوتاهی را پیرامون امامت از منظر قرآن و روایات و گوشه‌های از شخصیت این بزرگوار را دنبال میکنیم. در خطبه دوم هم موضوعات جهانی و مناسبت های جهانی است، مسئله روز صلح، مبارزه با مواد مخدر، روز تکریم و تجلیل و یاد از کودک و موضوعات دیگری که مربوط میشه به مسائل روز کشورمان، مسئله حقابه و تنش هایی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی است. اونچه که وظیفه ما و شما است از باب این که عضو از این جامعه هستیم با اونا هم میپردازیم و انشالله به عنوان یک مسئله جهان اسلام و انتخابات کشور اسلامی ترکیه و جهتهایی که میتواند برای جامعه اسلامی مفید باشد از باب روشنگری و مسئولیت نماز جمعه به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. اما مسئله
میدانیم بر اساس یک باور قرآنی ما اعتقاد به امامت داریم. قبل از اون که من وارد بحث امامت از منظر قرآن شوم، عرض میکنم معتقدم به حمد الله بر اساس آیات قرآن و فرمایش آقا رسول الله و 12 امام که اولش علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سناس و آخرین امام به تعبیر پیامبر در منابع اهل تشیع و اهل تسنن که فرمودن المهدی صلوات بفرستیم. طاووس و اهل الجنه 12 امام طاووس بهشتیان است. در این اعتقاد یکی از این 12 خلیفه 8 خلیفه است، علی ابن مسرزا پسر امام کاظم و پدر جواد الائمه علیهم السلام در سال 148 متولد شد در مدینه و در سال 203 در خراسان به شهادت رسید. عمر با برکت این بزرگوار 55 سال است. عظمت بسیار و بزرگ را این شخصیت داره، من وارد جزئیات نمیتوانم بشوم. در حدیث لوح، حدیثی که روز ولادت آقای امام حسین خداوند و جبرئیل تحویل داد و دست جبرئیل در اختیار پیامبر و پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه داد، در اون حدیث بخش مربوط به امام رضا قابل تأمل است: ویل للمفترین الجاهلین فی علی ولی و ناصری. خداوند می فرماید وای بر دروغ بندان. مفتر کسی که حرف را بدون حقیقت به دیگران بگه، افتراء یعنی دروغ بستن. خداوند می فرماید وای بر دروغ بندان الجاهلین، منکران علی ابن مسرزا. کدام علی؟ ولی و ناصری، اون علیه که ولی من است، از جانب من انتخاب شده و یار من است. خدا می فرماید مرا کمک می کنه. و من اصنع علی اعباء النبوه، کسی که من مسئولیت نبوت را به دوشش می گذارم و به سختی ها او را امتحان می کنم. یقتله افریت مستکبر، افریت ستمکار او را به شهادت می رساند. عقیده ما درباره امام رضا این است. حالا فرازهای از زندگی بزرگوار را خیلی کوتاه عرض بکنم. قبلش با توجه به فضای خوبی که نماز جمعه الحمدلله ظرفیتش فراهم کرده، یک نگاهی از منظر قرآن به جایگاه امامت داشته باشیم. یکی از موضوعات مهم در قرآن مسئله امامت است. در سوره مبارکه بقره آیه 124 بحث امامت حضرت ابراهیم مطرح میکنه. انشاءالله سفر حاجیان که شروع شده با برکات بیشتر باشه. این روزا از سراسر جهان اسلام با برنامه ریزی از بین هر 1000 مسلمان یک نفر با عنوان وفد و مهمان وارد مکه می شوند. یکی از آدرس های مهم در مکه مقام حضرت ابراهیم است. هر حاجی بعد از طواف باید 2 رکعت نماز پشت مقام حضرت ابراهیم بخواند. خداوند می فرماید و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما. آیه را عرض کردم، سوره مبارکه بقره آیه 124 است. به یاد آور پیامبر، هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به کلمات آزمود،
امتحان پیروز شد، خدا فرمود اینی جائل کل الناس اماما. دوست دارم به این باره دقت شود، اینی من خدا جائل کل تو را قرار دادم للناس اماما، برای مردم امام. پس امامت یک موقعیتی است، یک منصبی است که فقط خدا میتواند برای انسانهای شایسته در نظر بگیرد، مثل نبوت. همون گونه که نبوت مقام و منصب الهی است، امامت هم مقام و منصب الهی است. من فقط آیه را ترجمه کردم برای روشن شدن این بحث. یک روایت را از باب عرض بر قرآن دنبال میکنم. امام صادق فرمودن خداوند پیش از آن که ابراهیم را به پیامبری بگیرد، یعنی قبل از اونه که خداوند حضرت ابراهیم پیغمبر قرار بده، اول بنده قرار داد. در تشهدم وقتی نماز میخوانه میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، بنده و پیامبر. حضرت صادق فرمود که حضرت ابراهیم خداوند پیش از اون که به پیامبری انتخاب کند و بندگی گرفت و پیش از آن که به نبوت برگزیند به رسالت برگزید و پیش از آن که به امامت برگزیند به نبوت برگزید، یعنی بندگی و رسالت و نبوت مراحل قبلی بودند. بعد از اون که در اون مراحل خلیل خدا پیروز میدان تشخیص داده شد و در واقع کامیاب شد، بعد فرمود اینی جائل کل الناس اماما، حالا شما امام شده برای مردم. همه این مقامات در فضای امتحان الهی نصیب حضرت خلیل شد. بعد از او فرمود تو را پیشوای بشریت و انسانیت و مردم قرار دادم. پس امامت، امامت که به معنای حقیقی دقت کنیم و باور داشته باشیم، یک مقام الهی است. به همین دلیل است که لحظه عالم نمیتواند بی امام به حیاتش ادامه بدهد. اگر امروز منتظریم و منتظر ظهوریم و یکی از این 12 نفر هنوز هم برای سلامت و برای ادامه حیات بشریت در قید حیات است، ولو در ظاهر ما به او دسترسی نداریم، حکمت و فلسفه و علتش همین نکته است که عرض کردم. امام صادق فرمودن زمین هیچگاه خالی از امام نمیماند. تعبیر حضرت امین است، فرمود که لحظه زمین از امام خالی نیست. چرا؟ فرمودن اگر مؤمنان چیزی بدین افزودن، بعضی وقتا اگر امام نباشه مردم یه چیزی رو به نام دین وارد دین میکنن، آنها را از این کجراه برگرداند. بعضی وقتا اگر این حمایت و این در واقع استواری و این ظرفیت نباشه، خیلی چیزا به نام دین به مردم گفته میشه و تلقین میشه و در واقع قبول میشه. فرمود مردم از این کجراه بر میگرداند و اگر چیزی را کاستن، بعضی وقتا به بعضی از مسائل دینی توجه نمیشه. حضرت فرمود امام وظیفه دارد اون کاستی ها را تکمیل کند. علی کل حال
مسئله امامت از مسائل مهم و اساسی است برای ادامه حیات الهی و معنوی. خیلی ظرفیت وجود داره برای بحث کردن درباره امامت از منظر قرآن. من از باب این که ایام خوشی است، میلاد آقای امام رضا است و ماه ذی‌القعده است، ایام ویژه است، فقط نکته ای را عرض میکنم و بحث کوتاه میکنم. امام صادق فرمودن، خیلی دقت کنین، این آیه را دقت کنید، و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. آیه در سوره مبارکه بقره است، آیه 269، و من یوت الحکمه، خدا به هر که حکمت بدهد فقط اوتی خیرا کثیر، خیر زیاد به او داده. خدا می فرماد ما به لقمان هم حکمت دادیم، ولقد آتینا لقمان الحکمه. حضرت فرمود مراد از این حکمت چیه؟ و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. سوال، آقا فرمودن طاعت الله و معرفت الامام، این حکمت طاعت و بندگی خدا و شناختن امام. اگر کسی امام رو نشناسد به خیر کثیر نمیرسه. این بیان امام صادق علیه السلام است درباره خیر کثیر. علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، امام هشتم، نزدیک 52 سال در مدینه بودند. خب چطوری به دنیا آمد بمانه، همراه پدر چی کارا کردن بمانه. امام کاظم در بین ائمه ما فرزند زیاد داره، شاید بتونم بگم که امام کاظم در بین ائمه هم دختران زیادی دارن و هم پسران زیادی دارن، اما امام کاظم در بین همه فرزندانشان امام رضا علیه السلام جوری دیگه، شکلی دیگه، با دقت بیشتر معرفی کردن. بهتر است من از زبان خود امام کاظم معرفی کنم. شخصی به نام اسحاق ابن موسی که برادر امام هشتم است، پسر دیگر امام کاظم علیه السلام، میگوید پدرم امام کاظم به همه فرزندانشان به وضوح و با بیان کامل فرمودن هازا اخوکم علی ابن موسی رضا، این برادر شما علی ابن موسی رضا است، به امام رضا اشاره می کردن. عالم و آل محمد. امام رضا به پسراش، امام کاظم به پسرانشان، به فرزندانشان می فرمودن این برادرتان عالم خاندان پیامبر است. فسالوه عن ادیانکم، دینتان از این سوال کنید. واحفظوا ما یقول لکم، هر چی میگه حفظ کنید. هنوز پدر زنده است، فرزندان زیادی دور و بر شمع وجود نازنین امام کاظم در حرکتند. فرمود فإني سمعت، فرمود من از پدرم امام صادق شنیدم. سمعت ابي جعفر علیه السلام غیر مره، امام کاظم فرمود من یک بار نه، دو بار نه، بارها از امام صادق شنیدم. یقول لی، و من فرمود ان آل مآل محمد امام صادق فرمود عالم خاندان پیامبر در صلب توست. امام صادق فرمود کاش من او را می دیدم. این امام رضاست. خب مأمون دنبال ای بود که امام رضا را از مدینه بیاره. در خراسان همطوری که پدرش هارون امام هفتم آورد بغداد و
اون همه سختی و شکنجه و خلاصه ظلم انجام داد به این فکر که میتواند این سلسله را به تعبیر خودشان نابود کنند. یریدون لیطفی نور الله والله متم نوره ولو کره الکافرون مشرکون. نمیشه. امام رضا را برای کنترل آورد کجا؟ خراسان. برنامه ریزی کرد. اما تاریخ بخوانیم، در اون 3 سالی که امام رضا در خراسان بود بیشترین معرفی اسلام صورت گرفت. خیلی از معارف اسلام در دوره که امام رضا در 3 سال در خراسان بود به زبانهای دیگه ترجمه شد و تا امروز بشریت از اون عبارات و از اون سخنان، از اون موضع‌گیری های با درایت و همه جانبه بهره‌مند است. نمیشه انصافا به همه اونا بپردازم. امام رضا را از مسیر عراق، از بصره، از بالای به اصطلاح شهرهای ایران، از اصفهان آوردن به سمت خراسان. از اصفهان افسار شطور آقا امام رضا را به دست یک مسلمان سنی مذهب دادن. اون زمان شهر اصفهان شیعه ای نبود. مأمون دستور داد افسار شطور آقا را با شطور می آوردن، برنامه داشتن. حالا بعدن هم عرض میکنم. همچی که حرکت کردن از اصفهان رسیدن خراسان، این برادر اهل سنت چنان مجذوب اخلاق زیبا و جانانه و همه جانبه حضرت شده بود. خب آقا در این طول سفر نماز میخوندن، ذکر میگفتن، قرآن میخوندن، با مردم مواجه میشدن. دشمن با اون همه برنامه ای که داشت آقا را کنترل میکرد. این آدم شد اسیر و مرید و مخلص امام رضا. لحظه خداحافظی، خب مأمور حکومت است، با آقا پیشنهاد کرد، گفت آقا با دست مبارکتان یه چیزی بنویسین من به عنوان تبرک یادگار داشته باشم. این عبارت الان در موزیم هست. بعد حضرت یک عبارت نوشت به او خیلی محبت کرد، فرمود خاندان پیامبر دوست داشته باش، کن محبن لمحمد و آل محمد. ما هم از همین آدرس به همه مسلمان ها، حتی به همه بشریت این خبر را نشر میکنیم. دوستی پیامبر و آل پیامبر سرمایه بزرگی است. لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پیغمبر فرمود من مزد رسالت نمیخواهم جز دوستی خاندانم. و این دوستی که مزد رسالت پیامبر است به نفع ما انسان هاست. حضرت فرمود دوستدار پیامبر و آل پیامبر باش و دوستان پیامبر و آل پیامبر هم دوست داشته باش. این یکی از بخشای سفر امام رضاست. در نیشابور وقتی رسید 20,000 نفر با قلم و دوات در سرک و در جاده و در مسیر قرار گرفتن. دشمن راضی نبود امام رضا با کسی صحبت بکنه، داخل کجاوه بود. اما مردم میدانن پیغمبر فرموده جانشینای ما 12 تا هستن، همشان از خاندان منن. مردم گفتن ما میخواییم از یادگار پیامبر حرف بشنویم. اصرار مردم باعث شد که مسئول آوردن حضرت ذوالریاستین که یکی از ماموران کارکشته و در واقع مورد اعتماد مأمون بود اجازه بده، منتها خیلی با کنترل. حضرت از داخل کجاوه سر و خلاص صورت مبارک بالا آورد، خیلی به زمان کوتاه مدیریت ماندگار را حضرت انجام دادند. معروف است این حدیث به حدیث سلسله الذهب. حضرت وقتی سر مبارک بیرون آورد، چهره آقا وقت نمایان شد، همه مردم اشک می‌ریختند. اون معنویت، اون اخلاص، اون خلاصه نجابت و
بزرگیه که یک شخصیتی که خدا او را انتخاب کرده، اشکا جاری، نویسنده ها دارن آماده میشن. حضرت فرمود پدرم، از پدرش رسان به امیر المومنین، بعد به پیغمبر، پیغمبر از جبرئیل، جبرئیل از خدا حدیث نقل کرده. ما مسلمان ها باید واقعا اینا را به عنوان ارزش های ماندگار دنبال بکنیم. فرمود خدا فرموده کلمه لا اله الا الله دژ من است، کلمت لا اله الا الله حسنی، حسن یعنی قلعه، دژ. فرمود هر کس این کلمه را بگوید در قلعه و دژ الهی قرار گرفته. یعنی همه وقتی لا اله الا الله میگن خونشان محترم، مالشان محترم، ارزشان محترم، در دژ قرار میگیره. نمیشه یک کسی را آدم تفتیش عقاید بکنه بعد از اونه که مسلمان است، بعد از اونه که خدا را قبول داره، بعد از اونه که توحید را قبول داره، بعد از اونه که رسالت را قبول داره. بعد حضرت این جمله را که فرمودن همه نوشتن، یه لحظه حضرت برگشتن داخل کجاوه. حالا زمان خیلی حساسه، کوتاست. بعد از لحظات تشنگی مردم بیشتر شد، حضرت بعد از زمان محدود دو مرتبه حرکت کردن، مردم بیشتر مشتاق شده بودن، یک اشاره کردن، فرمودن به شرطها و شروطها. خب نماز معراج مؤمن اما شرط داره، به سمت قبله، با وضو، مکان غصبی نباشه، نماز به وقتش باید باشه. ما نمیتونیم خطبای جمعه را قبل از زوال شروع کنیم. حضرت یک اشاره کرد، فرمود این لا اله الا الله دژ قلعه است، اما یک شرط داره، من از شرایط این دژم، یعنی اسلام، در کنارش اعتقاد به ولایت و امامت. این یکی از فرازها و یکی از برخوردهای امام هشتم بود. وقتی خطبه اول کوتاه شد، یعنی طولانی شد و زمان کوتاه است، من نمیتونم به بخشای دیگه بپردازم. در مناظره ها خیلی حضرت خلاصه زیبا درخشیدن. در اون 3 سال که در خراسان بودن، مأمون بزرگترین دانشمندا را دعوت میکرد، مسلمان و غیر مسلمان، با حضرت زمینه مناظره فراهم بکنه. کتابای زیادی هم حضرت هم خودشان نوشتن، هم به کسان دیگری که سخنان حضرت را میشنیدن برنامه ریزی کردن اونا بنویسن. فقه الرضا یا فقه رضوی اثر خود حضرت است. عیون اخبار الرضا به وسیله مرحوم شیخ صدوق نوشته شده، کتاب بسیار جالبی است. رساله در مورد شرایع دین و اسلام نوشته خدمت شما دیگری است. طب الرضا یا رساله ذهبیه به سفارش حضرت به پیشنهاد مأمون نوشته شد با آب طلا، در موضوع صحت و بهداشت. کتاب علل فضل ابن شازان اون صحبتها و کلمات است که از امام رضا شنیدن، از جمله یک دانشمند غیر مسلمان آوردن که با امام رضا مناظره بکنن. وقتی آمد اسلام را قبول نداشت، میگفت که اسلام چیست؟ خدایی نیست، آخرت نیست، قرآن نیست. شروع کرد به صحبت کردن، حضرت میدان به او آزاد گذاشت، صحبتاش خلاصه ادامه کش پیدا کرد. بعد از اونی که نوبتش به زعم خودش و به باور خودش تمام شد، آقا شروع کرد به صحبت کردن. غیر مسلمانه، جلسه مناظره است. تا حضرت شروع کرد به صحبت کردن، آرام آرام متوجه شدن که رخسارش عوض شد، ذهنش عوض شد، کم کم دقتش، گوش دادنش عوض شد. با یک لحظه به لحظه احترام به حضرت بیشتر میشد. همینطوری که داشت صحبت میکرد، حضرت و هم گوش میداد، یه وقت صدای اذان بلند شد، الله اکبر. حضرت فرمود که من صحبتم را تمام میکنم، قطع میکنم، میرم نماز، نماز خواندم برمیگردم. من اون جمله محل شاهد بگم، این غیر مسلمان عمران صابی، حالا میتونین
پیدا کنین خلاصه از نرم افزاراتون که عمران صابی کیه. همونجا اعتراف کرد گفت لا تختم مسئلتی سیدی، آقای من سخن قطع نکن، دل مرا نازک کردی، قد رق قلبی. این سفر به زم مأمون برای کنترل امام رضا بود، اما واقع قضیه چیزی دیگری شد. خیلی تحولات پیش آمد، تاریخ بزرگی را در این 3 سال امام هشتم برای هدایت بشریت تنظیم کردند. یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره ولو کره الکافرون یا مشرکون. علی کل حال گرامی می‌داریم این ایام خجسته و مبارک را و امید است که ایدی ما، آشنایی کاملمان با مقام امامت که قبل از ظهر در جلسه دعای ندبه من روایت را از حضرت خواندم، حالا فرصتش نیست. حضرت فرمودن امام یگانه دوران است، الامام واحد و دهره، کسی مثل امام در زمان و در یک برهه نیست. و امروز هم الحمدلله ما باور داریم به طاووس بهشتیان که یک لحظه اگر نباشه دنیا اهل خودش فرو میبره. خدایا فرج اون عزیز برسان. ایدی ما برآورده شدن حوائج اون بزرگوار قرار بده، امنیت کشورمان، عزت و سربلندی ملت افغانستان. خدایا ایدی و خوشی ما قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه در کنار معارف بلند و لذت ذکر بزرگ و عظیمی را که دارد، مسئولیت روشنگری و دفاعی و در واقع صیانت همه جانبه جامعه را به عهده دارد، هم ثواب و جایگاه عظیم دارد و هم رسالت و مسئولیت خطیر. به همین دلیل باید به همه موضوعاتی که در سلامت و در حفاظت و پیشرفت و ترقی جامعه مؤثر است، خطیب و شما یاران و در واقع هم هدفان و هم باوران که با حضورتان این صحنه زیبا را به وجود می آورین و مدیریت میکنین، به نکات و به برنامه ها و مطالب بنیادی و اساسی جامعه بپردازد. یک مسئله، مسئله صلح است. در طول سال روز 29 ماه می که
تقریبا همین روزا هست به عنوان روز بین المللی حافظان صلح از طرف سازمان ملل متحد معرفی شد. در سال 1948 برای نظارت بر آتش بس بین اعراب در جنگ اعراب و اسرائیل این برنامه عملی شد و به عنوان نخستین مأموریت حفظ صلح از طرف سازمان ملل این مأموریت اجرا شد. از سال 1948 تا 2015 حدود 3358 نظامی پلیس و افراد غیر نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی جانشان از دست دادن. من یادم نمیره در یکی از جنگ ها سفر داشتم، اون زمان محصل بودم افغانستان، یه جنگی حزبی در یکی از نقاط افغانستان شعله‌ور شد. من پیشنهاد کردم و رفتم برای خاموش کردن اون جنگ. خیلی خلاصه ساله من جوان بودم، لحظه ای حس کردم که شاید در بین این دو گروه ماهایی که با عنوان هیئت صلح رفته ایم کشته شویم، اما لطف خدا شامل حال شد و اون ماجرا خوب مدیریت شد. صلح یک مسئله بسیار مهم است و خیلی ها برای تأمین صلح جانشان از دست دادند، اما مهم این است که ما باید زمینه صلح را در همه جوامع مخصوصا در کشور خودمان فراهم بکنیم. از منظر اسلام حرکت برای صلح از بهترین عبادت هاست. خداوند هم به مسلمان ها دستور می دهد صلح را رعایت کنید و حتی در جنگ هایی که با غیر مسلمان ها بر حق شروع شده اونجا هم دستور این است که و این جنهو لسلم فنجه لها، اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتن فنجه لها، شما هم این چراغ سبز و این پیشنهاد را احترام کنین و اونها را به عنوان صلح بپذیرین. مسئله صلح مسئله بسیار اساسی است. چرا؟ چون امنیت در سایه صلح است، پیشرفت در سایه صلح است. میدانین پیامبر اسلام از مکه به سختی بیرون آمد، شب بیرون آمد، از خانه به غار ثور رفت. حضرت ابوبکر با پیامبر در اون سفر همراه بود و در اون شب خطرناک امیرالمومنین در بستر پیغمبر خوابید. بعد از فتح مکه وقتی پیامبر وارد مکه شد، من کوتاه عرض میکنم، یکی از فرماندهان بدون هماهنگی در یک نقطه پر جمعیت مکه ایستاد، بالای یک بلندی با صدای بلند فریاد زد، اعلان کرد الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقام است. تا پیغمبر شنید دستور داد صدا رو خاموش کردند و او را در واقع تنبیه کرد، فرمود اعلام کنین الیوم یوم المرحمه، امروز روز گذشت است، روز صلح است، اسلام دین صلح است. صلح زمینه امنیت را فراهم می کند، صلح زمینه پیشرفت را فراهم می کند. در طول دو دهه در نظام جمهوری و دموکراسی و حضور اشغالگران در سرزمین خونبار افغانستان، سرمایه‌های بزرگ ملی ما و سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های بزرگ ما به غارت رفت. جنگ و ناامنی خیلی باعث مشکلات برای جامعه ما شد، نیروهای ما به هدر رفتن، جوانان ما در این فضای متشنج کشته شدن. می توانیم بگوییم سرمایه کلان و زمان
ارزشمند را از جامعه ما متاسفانه گرفتن. یکی از عوامل این ناامنی و این در واقع بی‌ثباتی توجه نکردن به دستورات دین بود. امروز که الحمدلله امنیت در کشور برقرار است، ما امیدواریم با رعایت همه جوانب صلح و ثبات در کشور ما نهادینه شود تا مردم ما از این فضا بتوانند به امنیت و به مقاصد عالیه همه جانبه اجتماعی برسند. مسئله دوم و نکته دومی که لازم می‌دانم بازم در نماز جمعه مطرح بکنم مسئله دخانیات است، مسئله مواد مخدر. نزدیک نیم قرن من تجربه دارم، یعنی متولد سال 48م، بیش از 50 و چند سال از عمرم میگذره. دورانی را که من در این سالهای اخیر در کشور، مخصوصا در دوران پایان دموکراسی و جمهوریت، در افزایش مواد مخدر و اعتیاد دیدم، در طول تاریخ 50 سال عمرم ندیدم. زمانهایی بود که ما کوچک بودیم، ما تریاکی نمیشناختیم، معتاد نمیشناختیم. اما متاسفانه گاهی آدم از مسیرهای عبور و مرور عمومی عبور میکنه، تعداد فراوان و بیشمار از معتادی نمیبینه. من یکی از تشکرات را که لازم میدانم از مسئولین امارت اسلامی داشته باشم، الحمدلله مبارزه و برنامه خوبی را که در قبال جمع آوری و مبارزه با اعتیاد و معتادان داشتن. روز چهارشنبه 10 جوزا 31 می روز جهانی بدون دخانیات نامیده شده. خیلی وقت منکمه برادرها، خواهرها، جوانان عزیز، هر کس که میتواند کار بکند جامعه را آگاه کنیم این مسئله مواد مخدر مهار شود. کشت و قاچاق و توزیع مواد مخدر انشالله از کشور ما صفر شود. خیلی خطر کلانی است. مغز و تمام اعضای انسان را این مواد مخرب آلوده می کند، احساسات انسان را کاملا عوض می کند، قدرت کار و بیداری را از انسان می گیرد، آلودگی و درماندگی را جزء برنامه های زندگی انسان می کند. یکی از آسیب هایی که در این دوران اشغال دو دهه و 20 ساله کشور ما تجربه کرد، متاسفانه همین کثرت اعتیاد بود. در سال 2001 در افغانستان 8000 هکتار، یا به زبان خودمان بگم 40000 جریب زمین زیر کشت تریاک بود. اما در سال 2017 1,800,000 جریب زمین رفت زیر کشت تریاک. یعنی فاجعه. به مراتب از تعداد کشته هایی که ما در کشور داشتیم این جنایت ضررش بیشتر است. و امروز ما یک نسل آلوده داریم، جوانی که امروز در یک جا دیدم یه بچه 10 ساله معتاد، بچه 10 ساله معتاد. ما برای مبارزه با این فرهنگ دشمن باید آگاهی داشته باشیم. کشورهای مترقی زمینه مبارزه با اعتیاد را فراهم کردن، کارخانه های تولید و تبدیل این مواد را از کشورهاشان انتقال میدن به کشورهای در حال توسعه. فقط راه مبارزه با این حرکت خانمانسوز بیداری جامعه است و هوشیاری جامعه، آگاه کردن خانواده ها مخصوصا
مادران و پدران درباره تربیت فرزندانشان، ایجاد مراکز فرهنگی، کتابخانه برای مطالعه، مرکز ورزش، مرکز تخصص، اینها را باید در کشور فراهم کنیم. در دسترس بودن مواد مخدر یکی از اساسی ترین زمینه‌های آلودگی است. نگیم تریاک پول خوبی میشه، آیندهش فکر کنیم. 20 سال جلوتر، اولین سالهایی که من آمدم مزار، کشت تریاک رایج بود. علما خلاصه جمع شدن، مجلس گرفتن، گفتن آقا به مردم اجازه بدین. ما مخالفت کردیم. من یادم نمیره یک سفر رفتم عراق و محضر آیت الله فیاض اجازه گرفتم، مطرح کردم آقا خیلی ها کشت تریاک دارن انجام میدن، پولدار میشن و مردم ناراحتن، چرا به ما اجازه نمیدیم خلاصه ما کشت کنیم، ما ثروتمند بشیم. گفتم آقا نظرتان چیه؟ ایشان که خدا حفظشان کنه از استوانه ها و افتخارات جهان اسلام است، فرمودن کشت و فروش و قاچاق مواد مخدر حرام است. ما از اون سالها با این پدیده مبارزه کردیم و امروز هم مبارزه میکنیم و از همه کسان، از مسئولین امارت اسلامی و از دوستانی که فعالیت کردن با این حرکت خبیث و آلوده و شکننده و بنیان برانداز مبارزه کردن، همکاری میکنیم و از همه شما عزیزان، مخصوصا از علما، از نمازهای جمعه یاری میگیریم برای بیداری ملت و مردم. مسئله دیگر، مسئله کودک است. روز جهانی کودک 20 نوامبر از سوی سازمان ملل به عنوان روز متحد جهانی کودک نامگذاری شده. کودک سرمایه ماست و ما برای تربیت کودکانمان باید برنامه داشته باشیم. زیاد فرصت نداریم. اونه که مورد اتفاق همه است، تا لحظه ای که طفل به بلوغ نرسیده، حالا بعضی ها 18 سال میگن، اونه که فقهای ما همه قبول دارن، تا اون لحظه ای که دختر یا پسر به بلوغ نرسیده طفل حساب میشه. قرآن هم میفرماید اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستعذنوا، همون لحظه ای را که به بلوغ میرسه. قبلش کودک به گردن پدر و مادر و جامعه خیلی حق داره. اینا رو میگم، فرصتم کم است. یکی از حقوق کودک محبت به کودک است. پدرای عزیز، مادرای عزیز، کودکان ما باید خیلی مورد تشویق و محبت و در واقع احترام قرار بدیم. کودکی در کوچیکی محبت نشود، احترام نشود، در بزرگی یک کودک دردمند و عقده‌مند خواهد بود. اعتماد به نفسش کم میشه، شیوه محبت به دیگران را یاد نمیگیره. نیاییم فوراً کودک ما را به کار بندازیم. واقعا باید گریه کنیم. بیش از 1,000,000 کودک 6 ساله در افغانستان دارن کار میکنن. یونیسف گزارش ها را میده نزدیک 2,000,000 کودک دختر ما در سخت‌ترین شرایط به سر میبرد. کسب اطمینان نیاز به محبت دارد. عامل سلامتی کودک محبت است. یکی از مواد این کنوانسیون و این حقوق نامه و همین مواد را که افغانستان هم با عنوان یک خلاصه برنامه ای را پذیرفت و باید رعایت بکند، تشویق کودک از مسائل مهم و اساسی است. تقویت روحی کودک را به دنبال داره، استعداد کودک را شکوفا میکنه. نسبت به مشوقین کودک عشق میورزه. از انحراف و بزهکاری کودک را نجات میدهد. و یکی از مهمترین حقوق کودک این است که بین کودکامون تبعیض قائل نشویم. مصالح عالیه کشور را در برخورد با کودکانمان در نظر بگیریم. در مسائل آموزش تبعیض بین کودکان باعث
سردرگمی و در واقع بی‌هدفی کودک می‌شود. دو نکته دیگر یا نکته بعدی را هم خدمت شما عرض می‌کنم. مسئله امین تنیشی که در رابطه با حقابه ایران با امارت اسلامی خلاصه شروع شد، حدود دو هفته میشه باعث تنیش بین هر دو کشور شد. من همینجا عرض میکنم هر دو کشور کشور مسلمانن، با هم برادرن، بازوی همن، همسایه هن. امروز تعداد از مهاجرین ما در ایران هستن، ما مرز مشترک داریم، منافع مشترک داریم. مسئله حقابه یک مسئله است خلاصه تاریخی، و در این حالی که اون معاهده در سال 1351 در 22 حد نوشته شد، دارای 12 فصل است و در اون فصول همه فراز و فرودها در نظر گرفته شده. اگر آب نباشه مشکل پیش بیاید، اینا قابل حل است. من معتقدم دشمنان مشترک هر دو کشور دنبال فتنه هستن، اما ما به عنوان ساکنین این سرزمین و عضوی از پیکر جهان اسلام به هر دو حکومت که الحمدلله حکومت‌های اسلامی هستن، امروز دشمنان اسلام کفار چشم دیدن دو کشور مسلمان و مقتدر را در این نقطه جهان ندارن. اینها دنبال این هستن که بین دو جامعه اسلامی فتنه ایجاد کنن. من با عنوان یک مسلمان و یک دلسوز به هر دو کشور و جامعه اسلامی، امروز در رأس جمهوری اسلامی ایران یک عالم است، یک رهبر دانشمند، و در رأس امارت اسلامی هم یک دانشمند و یک انسان با فهم علم و قرآن و با عنوان امیر المؤمنین ایجاب میکنه دو شخصیت و کسانی که با آدرس قرآن در دو کشور حکومت میکنن، داهیه و در واقع برنامه رهبری مبارزه با مشرکین و کفار دارن، زیر دستان این مجموعه با سعه صدر برخورد بکنن. علی علیه السلام فرمودن آلت الریاسه سعه صدر، سعه صدر ابزار ریاست است. فرمود بخشندهی بخشنده آقایی میکند، مسائل کوچیک نادیده بگیرن، به هر کس اجازه داده نشود اظهار نظر بکنه، فضای کشورها آلوده شود. ما طرفدار دو کشور مقتدر و مسلمان و با اقتدار ایران و افغانستان هستیم. خبر بعدی و جریان جالب دیگری که اتفاق افتاد، انتخابات تقریبا بی‌نظیر تاریخ در ترکیه بود. امروز مسلمان ها باید افتخار کنند روابطی که بین کشورهای اسلامی در حال توسعه است، این برای کفر و دشمنان اسلام قابل تحمل نیست. ترکیه یک کشوری است فرا در واقع قاره‌ای، یعنی بخشی از این کشور در قاره اروپا است و بخش دیگرش در قاره آسیا است. در این کشور 22 حزب خلاصه فعالن، 4 حزب از این 22 حزب در مجلس ترکیه چوکی دارن و کرسی دارن. میدانین این کشور با انگیزه و سبک سکولار اداره میشه، اما دو دیدگاه و دو در واقع مفکوره در این کشور حکومت میکنه، یکی اسلامگرایان و یکی هم سکولارها. مهم این است که در این شرایط اون مفکوره سکولار شکست میخوره و مفکوره اسلامی که حالا مشکلاتی هم داره، نمادش در آقای اردوغان
و طرفدارانش حزب توسعه دیده می شود، این موفق میشه. این معناش این است که اسلام جاذبه بیشتر داره. چه انگیزه شد که در این انتخابات بسیار مهم اینها پیروز شدند؟ این به خاطر این است که آقای اردوغان گهگاهی نمادهای از اسلام را به نمایش میگذاشت، میرفت نماز میخواند و زیارت میرفت. اگر دقت کنیم این انرژی اسلام است. از طرف دیگر مسئله حضور مردم است. کشاندن نزدیک به 85% واجدین شرایط پای صندوق رأی، این یعنی یک تحول. معناش اینه که کشور با حمایت مردم، با حضور مردم میتواند ثبات پیدا بکند. من این پیروزی را در واقع پیروزی تفکر اسلام در مقابل حرکت سکولار میدانم و انشالله که همه کشورهای اسلامی با استفاده از انرژی جامع و همه جانبه اسلام بتوانند یک حکومت همه جانبه و مورد پذیرش و تایید همه ساکنین کشور به وجود بیاورند. آخرین نکته ای را که عرض می کنم، نیمه این ماه یعنی 14 جوزا سالگرد رحلت مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. به عنوان یک خلاصه نکته عرض می کنم، 34 سال از رحلت مرحوم امام گذشته، من به همه رهبران بزرگ احترام قائلم. اگر این تحول را در منطقه ما توانست این شخصیت به وجود بیاورد، اون مفکوره بزرگش بود. ایشان یکی از اندیشه هاش وحدت جهان اسلام بود. خب میدانیم در تاریخ اسلام ولادت پیامبر به دو روایت نقل شده، 12 ربیع اهل سنت، 17 ربیع اهل تشیع. مرحوم آقای خمینی آمد، از این فرصت استفاده کرد، این فرصت را تبدیل به یک زمینه وحدت کرد، این هفته را اسم گذاری کرد به اسم هفته وحدت. و نظرش این بود که تنها چیزی که در جهان اسلام لازم است ایمان به خدا و اعتقاد به رسالت خاتم الانبیا حضرت محمد. و ایمان به قرآن به عنوان یک منشور ابدی و هدایتی. اینها برای جهان اسلام ارزش است. از اندیشه های بزرگ و جهانی مثل این شخصیت جهان اسلام باید استفاده کنند. از شخصیت هایی که امروز در کشورهای اسلامی با این اندیشه در جهان اسلام، در جهان اهل سنت و در جهان اهل تشیع هستن بهره بگیرن تا فتنه ها را مدیریت کنن و زمینه وحدت و برادری و اخوت را بیش از پیش که اصل عامل موفقیت اسلام است بشناسیم و به اونا دسترسی پیدا کنیم. بار دیگر از حضور همه شما نمازگزاران در این برنامه اسلامی و برنامه بیداری و بصیرت تشکر می کنم و دعا می کنم خدایا پروردگارا همه ما مسلمان ها را در محوریت قرآن به هم دیگه مهربان تر بگردان. زمینه عزت و بیداری و هوشیاری جهان اسلام را بیش از پیش فراهم بگردان. فرج آخرین ذخیرت را خدایا معجل بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا.